تعلیق عضویت حکومت سوریه در اتحادیه عرب. به دنبال فریبکاری و جنایت‌های ضد بشری رژیم بشار اسد که طرح اتحادیه عرب برای توقف کشتارها را به منظور زمان خریدن قبول کرد ولی به کشتارهای وحشیانه در ایام عید قربان ادامه داد، اجلاس شورای وزیران اتحادیه عرب در یک نشست اضطراری در قاهره امروز عضویت رژیم بشار اسد را به حالت تعلیق درآورد. اتحادیه عرب به فراخوان سفیران کشورهای عربی از دمشق و اعمال تحریم‌ها علیه رژیم بشار اسد و همکاری با مخالفان رژیم بشار اسد فراخوان داد و همچنین ارتش سوریه را مستقیما به توقف کشتارها و سرپیچی از دستورات دعوت کرد. تعلیق عضویت رژیم بشار اسد در اتحادیه عرب به عنوان گامی تعیین کننده در سرنگونی این رژیم نامشروع و جنایتکار و فرو ریختن یک پایگاه استراتژیکی رژیم آخوندی در منطقه ارزیابی می شود. از 22 کشور عضو اتحادیه عرب 18 کشور به تعلیق عضویت رژیم سوریه رأی موافق دادند، 2 کشور لبنان و یمن مخالفت کردند و دولت مالکی در عراق رأی ممتنع داد. شایان ذکر است گزارش های متعدد حاکی از این است که رژیم آخوندی به عنوان همدست جنایتکار رژیم بشار اسد در سرکوب قیام های سوریه، دولت مالکی را نیز وادار به قرار گرفتن در کنار حکومت سوریه کرده است. گزارش ها حاکی از ارسال کمک های مادی رژیم آخوندی از طریق دولت مالکی به حکومت بشار اسد بود و اکنون رأی ممتنع دولت مالکی به تعلیق عضویت رژیم بشار اسد همین واقعیت را بازتاب می کند. روزنامه الدستور به دنبال سفر صالحی وزیر خارجه رژیم آخوندی به بغداد نوشته بود که در این سفر صالحی ایجاد یک پل ارتباطی بین تهران، بغداد و دمشق را مورد بحث قرار داد. اما در پی انزوای فزاینده رژیم بشار اسد و جنایات ضد بشری این رژیم در کشتار مردم، اجلاس اتحادیه عرب به تعلیق عضویت این رژیم رأی داد و با تصویب یک بیانیه 8 ماده‌ای اعلام کرد: 1. شرکت نمایندگان دولت سوریه در جلسات اتحادیه عرب و همه سازمان‌های وابسته از تاریخ 16 نوامبر 25 آبان تا زمان اجرای همه تعهدات این کشور در قبال طرح اتحادیه عرب برای حل بحران سوریه که در تاریخ 2 نوامبر مورد توافق قرار گرفت به حالت تعلیق در می آید. 2. اتحادیه عرب برای حمایت از غیر نظامیان با سازمان‌های مربوطه در جهان عرب ارتباط برقرار می کند و در صورت عدم توقف خشونت‌ها و کشتار، دبیر کل اتحادیه عرب با سازمان‌های جهانی حقوق بشر از جمله شورای حقوق بشر سازمان ملل تماس برقرار خواهد کرد و برای توقف خونریزی با نمایندگان گروه‌های مخالف رژیم سوریه همکاری خواهد کرد و نتیجه این اقدام را در نشست 16 نوامبر به اطلاع وزیران خارجه عرب خواهد رساند. 3. اتحادیه عرب ارتش جمهوری عربی سوریه را برای توقف خشونت و کشتار غیر نظامیان فرا می‌خواند. 4. اتحادیه عرب به اعمال تحریم‌های اقتصادی و سیاسی علیه دولت سوریه فرا می‌خواند. 5. اتحادیه عرب کشورهای عرب را به فراخواندن سفیران خود از دمشق دعوت می کند. هر کدام از کشورها می توانند بر اساس حاکمیت ملی در این زمینه تصمیم بگیرند. 6. اتحادیه عرب از همه گروه های مخالف سوریه برای نشست در مقر اتحادیه عرب طی 3 روز دعوت می کند
تا مرحله انتقالی در سوریه و اقدامات لازم برای به رسمیت شناختن مخالفان رژیم سوریه مورد بررسی قرار بگیرد. 7. نشست لازم در سطح وزیران با همه گروه‌های مخالف رژیم سوریه بر اساس توافقات بند ششم تشکیل می‌شود. 8. اتحادیه عرب برای بررسی اوضاع سوریه به شکل پیوسته تشکیل جلسه می‌دهد. در پی تعلیق عضویت سوریه، مردم سوریه در کشورهای مختلف از جمله انگلستان در تظاهرات خود در مقابل سفارت سوریه در لندن پس از شنیدن این خبر به جشن و پایکوبی پرداختند.